درود بر شما همیهنان گرامی، امروز سه شنبه 12 مرداد با خلاصه مهمترین خبرهای آواتودی در خدمت شما هستم. به گزارش آواتودی، بوگدان اورسکو وزیر خارجه رومانی ضمن محکوم کردن حمله به کشتی تجاری اسرائیلی در توییتی نوشت هیچ توجیهی برای حمله عمدی علیه غیرنظامیان وجود ندارد. ما به هماهنگی با شرکایمان برای پاسخ مقتضی ادامه می دهیم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بار دیگر جمهوری اسلامی را در رابطه با حمله به کشتی مرسر استریت تهدید کرده و از عبارت پاسخ جمعی در این مورد استفاده کرد. خبرگزاری دیلی میل به نقل از منابع خود نوشت بریتانیا حمله سایبری به تهران و نیروهای ویژه مرکز فرماندهی هواپیماهای بدون سرنشین را پس از اظهارات بوریس جانسون بررسی می کند. روزنامه بیلد آلمان با انتشار مطلبی نوشت مدال طلای جواد فروغی عضو تروریست سپاه پاسداران به خون آغشته است. واکنش ها به کسب مدال طلا توسط جواد فروغی از اعضای نیروی تروریستی سپاه در حدی است که کمیته بین المللی المپیک IOC در صدد بررسی اسنادی در زمینه اثبات عضویت جواد فروغی در سپاه پاسداران است. سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال در مسابقات المپیک با جدایی از کاروان المپیک ایران به صورت مستقیم توکیو را به مقصد آمریکا ترک کرد. مارک دوبوویتس مدیر اجرایی اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی ها تصمیم معاون سیاسی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای حضور در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی را شرم‌آور خواند. بر اساس گزارش دریافتی، عبدالحسن زیدانی معلم ساکن شهرستان امیدیه پس از 4 روز کما ناشی از تزریق واکسن کبرکت جان باخت. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در پیامی خطاب به جمهوری اسلامی گفت دوران با آرامش نشستن در تهران و به آتش کشیدن خاورمیانه به پایان رسیده است. با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی، شب و روزگارتان خوش.